سلام بر شما، به خبر نیمروزی خوش آمدید. تصویب متناسب سازی حقوق بازنشستگان در جلسه امروز هیئت دولت، آغاز اجرا از این ماه، مطالبات گندمکاران هم به زودی پرداخت می شود. موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان امروز توی دولت مصوب شد و انشالله با ابلاغ این مصوبه سازمان اداری استخدامی و صندوق‌ها احکام بازنشستگان رو صادر خواهند کرد. حملات قوی و مشترک جبهه مقاومت علیه اهداف صهیونی، از شلیک موشک به 30 شهر و شهرک اشغالی تا انهدام تانک مرکاوا در غزه. در چند عملیات استشهادی در تل آویو یک صهیونیست کشته و 5 نفر به شدت زخمی شدند. یک بارگرد رژیم صهیونیستی در مرزهای لبنان سقوط کرد. مقاومت عراق هم به 4 هدف اسرائیلی حمله کرد. ادامه شرارت رژیم اشغالگر از شمال تا جنوب غزه. دست کم 22 فلسطینی در حملات امروز اشغالگران به این باریکه شهید شدند. وزیر امور خارجه کشورمان برای رایزنی درباره تحولات منطقه عازم ریاض شد. راهکار دانش بنیان ها برای صرفه‌جویی در مصرف برق با ساخت دستگاه هوشمند برای رصد مصرف و ارائه الگوی بهینه. از طریق هوش مصنوعی با ارائه اطلاعات آنلاین مصرف و ارائه الگوهای مصرف بهینه برای کاربران، میزان مصرف کاربران را کاهش بده. ما در میز اقتصاد بررسی می‌کنیم تثبیت یا شناورسازی نرخ ارز کدام سیاست به اصلاح اقتصادی کمک می‌کند؟ کارشناسان چه رویکردی را برای اصلاح بازار ارز پیشنهاد می‌کنند؟